گروه طالبان اخیراً با صدور فرمان جدید ورود زنان و دانشجویان زن و اساتید زن را در دانشگاه ها ممنوع قرار داد و وزیر تحصیلات طالبان هم با مراجعه به آیات و احادیثی از دین اسلام گفت که این دستورات بر اساس در واقع دستورات شریعت و احکام خداوند گرفته شده است. اینجا آیت الله علی محقق نسب با ما هست تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. جناب آقای محقق نسب، شما پژوهشگر امور دین و مطالعات اسلامی هستید. در کجای دین و در کجای متون دین و احادیث آمده است که زنان باید از تحصیل و آموزش ممنوع شوند؟ تحصیل علم در اسلام مطلقا ممنوع نشده. نه تنها تحصیل علم یک حق است، بلکه تکلیف است، از واجبات است. پیامبر بزرگ اسلام فرمود که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، بر هر مسلمان دانش آموزی و تحصیل علم واجب است، فریضه است، یعنی یک کاری است که باید انجام شود. و بعد در جای دیگر فرمود که اگر مثلا علم در چین باشد، اطلب العلم ولو بسین، سین یعنی همون چینی. حالا ببینید، از مدینه که پیامبر در اونجا بود یا از مکه تا چین با حمل و نقل اون روز چقدر فاصله زیاد است، اصلا کار محال است دیگه. پیامبر گفت که حتی اگر در چین هم شما علم را ببینید، باید برای تحصیل اون بروید اونجا، یعنی یک کار بسیار شاقه را انجام بدید تا علم دست بیاورید. قرآن علم را مثل بینایی در نظر دارد و جهل را یا بیسوادی را مثل کوری در نظر میگیرد. آیا فکر میکنید که مسلمانان راضی میشوند، دین اسلام راضی میشود، پیامبر اسلام راضی میشود که نصف از جامعه کور باشند، در ظلمات و تاریکی باشند، در حالی که پیامبر میگوید که قرآن نور است، قرآن کتاب مبین است، شما را دعوت به نور میکند، به آگاهی میکند. مضافاً بر این که در یک آیه دیگر قرآن گفته است که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند مساوی هستند؟ معنیش این است که مساوی نیست. قرآن گفته همه شما اگر میخواهید به عنوان یک انسان متعادل باشید، باید علم بیاموزید. مضافاً بر این که قرآن هدفش اصلا تعلیم و تربیت است. پس اگر ما با دانش زنها یا تحصیل زنها مخالفت کنیم، در واقع با محتوای قرآن و مخصوصاً با هدف رسالت مخالفت کرده ایم. پس جناب آقای محقق نسب، طالبان این همه حدیث و آیت و استدلال از کجا میارن؟ شیخ ندیم وزیر تحصیلات طالبان میگن که در واقع هر آنچه که ما یعنی امارت طالبان انجام میده برآمده از متون قرآن و دستورات خداوند هست. از جمله در صفحه تویتر منصوب به ایشان گفته شده که زنان کشتار مردان هست بر اساس دستور قرآن و زنها باید در واقع آنچه مردان میگه انجام بده، نه اینکه در دانشگاه ها و مکاتب مصروف باشه. اینا از کجا میرن همه استدلال را و چرا رو میرن؟ آقا جان، ما ببینید، ما در کتاب های شیعه حدود 50,000 روایت داریم، در کتاب اهل سنت، در کتب سته صحاح سته اهل سنت بیش از 50,000 حدیث داریم، در حالی که قرآن ما نسبت به حلال و حرام احکام دینی حد اکثر 500 آیه داره. یعنی 500 آیه هم نداره، دین یک شایعه است، حدود 400 آیه بیشتر نداره درباره احکام دینی. خب ما حالا 50,000 روایت رو که آوردیم بر قرآن اضافه کردیم، شما فکر میکنید که اینا راست است؟ اینا 80%شون دروغ است. پس نیست اینا، یعنی 80% روایت های شیعه و سنی غلط و دروغ، ساختگی و جعلی هست. و مبنای توجیه های طالبان هم پس احتمالا همین احادیث جعلی است. بله دیگه، اینا احادیث جعلی هست، به علاوه که رفتار اینها برخلاف سیره خود پیامبره. میبینید وقتی که پیامبر اسلام به رسالت مبعوث شد، بسیاری از مورخان و شخصیت های بزرگی مثل
بلازوری یا مثلا سایر علما و مورخان نوشتن که وقتی که اسلام ظهور کرد در مکه یا کعبه یا کل سرزمین عربستان اون روز 17 نفر باسواد بودن، 17 نفر، بقیه همه بیسواد بودن، نمیتونستن بخوانن بنویسن. بعد پیامبر اسلام از بین اسرایی که از عرب ها گرفته بود یک خانم بود به نام شفا. این خانم شفا که اسیر شده بود پیامبر اون آورد که برای همسرش حفصه دختر پیامبر، ببینید پیامبر داماد عمر است دیگه، درست؟ یکی از زنان پیامبر حفصه خانم است. حفصه خانم دختر خلیفه عمر است و از شخصیت های بسیار محترم و عزیز است. ام المؤمنین حفصه از کسانی بود که پیامبر براش معلم خانگی گرفته بود، اون خانم شفا را آورده بود که این خانم درس بده. بعد اون آمد خواندن و نوشتن و برای حفصه آموخت، که بعد از وفات پیامبر حفصه از جمله شخصیت های علمی مدینه بود. وقتی قرآن را اینا جمع کردن یک نسخه را دست حفصه گذاشتن، چون که می دیدن او هم اهل علم و فهم است، هم آدم مورد اطمینان است، یک نسخه را دست او دادن و بقیه نسخه ها را پخش کردن که اگر در آینده اشکال پیش آمد از روی نسخه ای که دست حفصه خانم است تصحیح کنند. ببینید که اصلا رفتار این آقایون برخلاف رفتار پیامبر اسلام است. وقتی پیامبر می گوید که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، ما باید گوش کنیم. یا حضرت فرمود که مثلا اطلب العلم من المهد الی اللحد، از زمان تولد تا روزی که میمیرید باید دانش بیاموزید. دانش آموزی در اسلام یک مقام بسیار ارجمندی دارد. بعد یک جمله را اضافه کنیم، این آقایون که میگوین این چنین است، آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه از 1552 تا خانم از اصحاب پیامبر نام برده که اونا اهل دانش و حدیث و تفسیر و کلام و عرفان بودن. و بعد ابن اسیر در کتاب اسد القابه بیش از 1000 نفر رو ایشون نام برده از خانمای اصحاب پیامبر. اگر علم برای زنان ممنوع بود که پس این علما دروغ گفتن، این مورخان که در بین اصحاب بیش از 1500 نفر از زنان اهل دانش و کمال بودند. پس رفتار طالبان آقا جان هم برخلاف شریعت است، هم برخلاف حقوق بشر است، هم برخلاف سازندگی و ترقی جامعه است. اینا میخوان که ما رو به قرن حجر برگردونن. بسیار زیاد تشکر جناب آقای مغنصب از وقتی که در اختیار ما قرار دارید. خواهش میکنم، سلامت باشید.